مردم حرف اولو میزنن. خیلی ها معروفن ولی منفورن. بای گل سرخ دل من خار شد. جمعه پیش به حامد زمانی پرداختیم، خواننده‌ای که به تازگی با ترانه ترانه سرود شاید بشود گفت مرگ بر آمریکا در محافل ولایی حکومت مطرح شده. تو اون برنامه اشاره هم کردیم به سمیر زند، محمد حسین خزعلی، پسر کوچیک آیت الله خزعلی، از روحانیون با نفوذ حاکم بر ایران. قبلا هم در همین برنامه صفحه آخر دو سه ماه پیش به طور مستقل به سمیر زند پرداخته بودیم و با استناد به گفتگوی ایشون با خبرگزاری تسنیم گفته بودیم که سمیر زند از طرفی در حمایت از مواضع پدرش در اون گفتگو علیه برادرش مهدی خزعلی حرف میزنه. مهدی خزعلی آذر پارسال که اون گفتگو منتشر شد زندان بود و در اعتصاب قضا، ظاهراً به این دلیل که فراخوان راهپیمایی صلح داده بودند در مقابله با سیاست‌های جنگ طلبانه. گفته بودیم که از طرفی سمیر زند علیه برادرش و مواضع او صحبت میکنه، مصاحبه میکنه با رسانه‌ها، از طرف دیگه اهل موسیقی است، خواننده پاپ که از نظر همون پدر محافظه‌کار یعنی آیت الله خزعلی حرامه اینو موسیقی. برنامه هفته پیش که پخش شد از ایران با بنده تماس گرفتن و گفتن که گفتگوی خبرگزاری تسنیم که با سمیر زند انجام شده است جعلی است و چهره‌ای که خبرگزاری سپاه پاسداران همین تسنیم از سمیر زند منعکس کرده ساختگی و قلابی است. اون تماس تلفنی باعث شد که از آقای سمیر زند دعوت کنیم که خودشون بیان در گفتگویی از طریق اسکایپ بگن که حقیقت ماجرا چیست و چرا شایع شده که ایشون از به اصطلاح رانت پدر در پیشرفت‌های هنری استفاده می‌کنن. مصاحبه رو ضبط کردیم پریروز، برای اینکه همیشه من میترسم که یه وقت وسط گفتگوی زنده با مهمونایی که از ایران داریم تماس قطع بشه و خب همه چی به هم بخوره. سمیر زند، خب اولا سلام عرض میکنم و خوشحالم که حداقل شما به اصول اخلاقی پایبندین. ما میدونیم که وقتی یه مطلبی جایی، حالا اگر مطبوعات هست چاپ میشه، اگر رسانه هست برنامه‌ای پخش میشه و فردی که راجبش یه مطلبی بیان میشه حق داره که بیاد در همونجا، اگر مطبوعات چاپ میکنن باید در همون ستون در همون صفحه جوابیه فرد رو چاپ بکنن. ایشالله که همه جا همینطوری باشه، ولی ممنونم از شما که این اصول رو بهش پایبندین و ممنونم که این زمان داده شد. اما حضور شما عرض بکنم، چند تا مطلب رو پرسیدین، من یکی یکی برم جلو. اولا راجب خبرگزاری که فرمودین و مصاحبه معروفی که دیگه همه جا پیچید و صحبت شد و منم باید سکوت میکردم و نباید راجبش خیلی صحبت میکردم، سکوت منم شاید باعث شد که همینطور هی پر و بال پیدا بکنه این قضیه و تا امروز حتی برای وجهه هنری من یه مقداری مسئله ساز شد. اولا خب در اون شرایط که همه در جریانش هستید که اخوی به مشکلی برخورده بودن و ایشون در اوین بودن، به خاطر اینکه پای اون فراخوان اسمی هم از من ذکر شده بود، منم اونجا خواستن و رفتم به دادگاه امنیت و صحبت شد و سوالاتی پرسیده شد که من جواب دادم. بعد از اون یکی از شروطی که برای من گذاشتن این بود، یکی از شروطی که در واقع پرونده بسته بشه این بود که حتما باید مصاحبه‌ای بکنیم و اعلام براءت بکنیم. من به اون آقا هم گفتم، گفتم من اصلا سیاسی نیستم که بخوام اعلام براءت بکنم، تا به حال نه تو کارهای سیاسی بودم نه سابقه سیاسی دارم که حالا بیام بگم من از این به بعد نیستم. من تو جریاناتی نبودم هیچ وقت، نه این طرف نه اون طرف، کلا جهتگیری سیاسی نداشتم، کارم هنره. ایشون گفت به هر حال این شرطته و بعد از اون هم تلفنی به من زده شد، یه چند وقتی گذشت و منم خب جایی رو نمیشناختم که بخوام همچین مصاحبه بکنم و دیگه فکر کنم خب دیگه کاری ندارن، دیگه گذشت دیگه.
تا اینکه زنگ زدن و گفتن آقا مصاحبه چی شد، و حالا با حاشیه ها و داستان هایی که بود به هر حال مجبور شدیم به مصاحبه، و زنگی به من زده شد و در واقع سوالاتی پرسیده شد که در واقع اون مصاحبه ای بود که گفته بودن باید انجام بشه. چیزهایی رو ما گفتیم، متاسفانه یه سریش یه جور دیگه چاپ شد و منتشر شد. در کل من خیلی بسته بگم، شاید خیلی نشه همه چیز رو باز کرد، ولی من اون مصاحبه رو قبول ندارم و در شرایط خاص به هر حال اتفاقات خاص میفته. این از این مطلب. تا امروز سکوت کردیم، حالا و شاید برنامه خود شما هم باعث شد که ما شروع کنیم یه سری صحبت‌ها رو انجام بدیم، چون دیدم داره یه چیزایی برای مردم جا میفته که اصلا من نه اهلش بودم نه هستم. اما در رابطه با اون مسئله که میفرمایید، بحث حالا رانت یا بحث استفاده یا حمایت‌هایی که در زمینه موسیقی ممکنه از من شده باشه، یک نمونش اگر باشه، من واقعا تمام حرفا رو میپذیرم. من دارم میخونم، راهمو خودم انتخاب کردم، مسیرمو خودم دارم میرم، ولی این نبوده که اینا همه مورد تایید پدر من باشه، ایشون قبول داشته باشه راه منو، یا ایشون تایید بکنه، ایشون بخواد حمایت بکنه. هیچ وقت حمایتی نبوده. از سال 84 که اولین آلبوم من اومد بیرون با مشکلات متعددی مواجه بودم برای گرفتن مجوزش. چقدر اصلاحیه روی شعرها داشتم، چقدر اصلاحیه روی موزیک داشتیم، چقدر اذیت شدیم تا تونستیم مجوز بگیریم، و بعدم مافیای پخش در ایران که با چند تا برند خاص بیشتر کار نمیکنن، برندهای دیگر رو اون موقع شاید خیلی من شناخته شدم نبودم، انقدر اذیت کردن توی پخش این شرکت های پخش که بیزار شدیم از تولید آلبوم. به هر حال در زمینه موسیقی این که میفهمن حمایت، نه، اینو من رسما اعلام میکنم، هیچ حمایتی وجود نداشته، هیچ وقت هیچ حمایتی وجود نداشته. و مخالفت چی؟ مخالفت نبوده از بوده. از طرف بوده آقای فلاحتی، مخالفت بوده، حتی به نوعای مختلف. و شاید یه نوع مخالفتش پیشنهاد این که فلانی بیا برو سر این کاری که ما بهت میگیم، اصلا بیا شغل تو عوض کن، بیا کار تو عوض کن، کاری بهت میدیم که پردرآمد باشه، درآمدش خیلی بیشتر از اینی باشه که تو بخوای تو موسیقی درآمد داشته باشی. نخواستم، خواستم خودم باشم، هنر رو دوست داشتم، خواستم اون چیزی که علاقه قلبی خودم هست برم دنبالش. و مخالفت‌های دیگری که فشارهایی که گذاشته میشه مستقیم و غیر مستقیم، تلاش میشه که من نخونم. این که میگم تلاش میشه، نمیخوام بگم تلاش میشده، چون همچنان ادامه داره، همچنان فشارها ادامه داره که به هر حال شاید به هر حال اینو براشون خیلی خوشایند نباشه که من دارم میخونم. اما کاش واقعا به این بلوغ فکری همه برسیم که بنا نداریم اگر من اگر پزشکم، اگر مهندسم، تا نوه من باید دقیقا همین منش برن جلو. نه، هر کسی آزاده، انسانه، هر انسانی میتونه برای خودش تصمیم گیرنده باشه. سمیر زند فقط خواننده نیست، آهنگ میسازه و موسیقی رو میشناسه. وقتی کارهای سمیر زند من گوش میدادم و به کارهای آهنگسازی که خودش کرده است، هم برای خودش هم برای دیگران توجه میکردم، قبل از هر چیزی این پرسش بزرگ برام مطرح شد که چگونه در خانواده‌ای که بسیار محدود بوده در حتی گوش دادن به موسیقی، چطور توی همچین فضای ممنوعی در واقع میشه موسیقی رو یاد گرفت؟ خب این دقیقاً علاقه شخصی خود منه.
یعنی چیزی که من دوست دارم. من همیشه ببین از خیلی وقت پیش و از خیلی سالهای پیش از زمانی که مدرسه میرفتم من علاقه به خوندن داشتم. شاید شروع این خوندن خیلی از خواننده های امروزه ما همین بوده، ولی خب الان شاید کتمانش میکنن. نه من هیچ چیزی رو دلیل نداره کتمان بکنم و این چیزها رو نه با کلاسی میدونم نه بی کلاسی میدونم. من شروعش رو از زمان مدرسه تو قرائت قرآن شروع کردم. به خوندن اصلا کلن علاقه داشتم، با قرائت قرآن شروع کردم و در دوره دبیرستان یک سال در استان مقام اول رو کسب کردم، در کشور مقام چهارم. خب گذشت، این خوندن رو دوست داشتم. بعدا کارهای مختلفی، آثار موسیقیایی مختلفی رو گوش میکردم، دوست داشتم، تا اینکه رسید به سال 83. و سال 83 یک فراخوانی بود از طرف ارشاد برای جشنواره‌ای که اون سال رو نامگذاری کرده بودن به نام پیامبر اعظم. گفته بودن ارشاد هم یه طرحی رو گذاشته بود، جشنواره گذاشته بود که آثار تولیدی، آثار موسیقی تولیدی برای در واقع جشنواره، که ما اومدیم و میخواستیم یه آلبومی رو تولید بکنیم. قرار نبود من بخونم، اصلا بنامونم بر این نبود، آلبومی تولید بکنیم به جشنواره برسونیم که بتونه مقام بیاره در این زمینه. که بعدن که شروع کردیم شعرهاش آماده شد، پیشنهاد یکی از دوستانم بود، ایشون گفتش که آقا بیایم از ملودی های گوش آشنای مردم، ملودی های قدیمی که مردم باش خاطره دارن، از اینها استفاده بکنیم و اشعار رو تغییرات توش بدیم، ملودی هایی که ملی هستن. یعنی در واقع نمیشه بگیم آقا حق کپی رایت داره بعد اجازه بگیریم. از یه چند سالی که میگذره این ملودی میشه ملودی ملی، خیلی های دیگه هم بازخونیش میکنن این رو. ما اومدیم از اینا استفاده کردیم و بنامون رو گذاشتیم برای این که بگیم دین ما شادم هست، همش غم نیست. مثل ما... چی ملودی هایی که میگین مثل چی؟ مثلا یه کاری که بعدن هم بعدن به هر حال این کار اول که خیلی مورد اقبال نبود برای خیلی ها، بعدن نمیدونم چی شد که یه دفعه قبولش کردن و رادیوی صدا و سیما را اینو پخش میکرد. کار مسافر بود که ما کار کردیم. این کار مسافر کار در واقع رودخونه های رامش بود که خب مردم همه میشناسنش، این ملودی رو، این آهنگ و کاری بود که خیلی گوش آشنا بود. کبوتر و پرستو ها هر ما کنیم قناری ها، بریم سفر تو باغچه عقاقی ها، عقاقی ها. یکی از دوستان ما که تهیه کننده بود اینو داد به صدا و سیما، ردش کردن، گفتن نه این کارو ما اینجور موسیقی ها رو بنا نداریم پخش بکنیم. بعد نمیدونیم چی شد که هو به من یکی از دوستان زنگ زد گفت خبر داری داره رادیو کارتو پخش میکنه؟ گفتم کدوم کارو؟ گفت مسافر. گفتم داستان چیه؟ اون موقع گفتن آقا کارت از نظر ما مورد قبول نیست، الان دارن پخشش میکنن. و اینم یکی از معضلاته که تو کشور ما یه حکومته داره یه مسیر رو میره جلو. چی جوریه که ارشاد یه مجوزی میده صدا و سیما قبولش نداره، صدا و سیما یه مجوزی میده ارشاد قبولش نداره؟ خب این چه داستانیه؟ اگر خوبه چطور اون ارگان میگه بله، شما میگی نه؟ اون که نمیشه که. یعنی دو تا هدف دارین، دو تا مسیر رو دارین میرین، مجزاست از هم دیگه فرق میکنه با هم یا یکیه؟ تعدد مراکز تصمیم گیری و پس زدن روحیه مشتاق و بانشات جوانای اهل موسیقی باعث میشه که اصلا عطای مجوز گرفتن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو به لغاش ببخشن. من الان خدمت شما عرض بکنم که دیگه مدتی اصلا مراجعه نمی کنم به وزارت ارشاد. در واقع بعد از آخرین باری که من صدا و سیما رفتم، دو سال پیش بود، برای مبعث بود ما رفتیم صدا و سیما اجرا بکنیم. خب یه پرانتز باز بکنم که بار قبلش که رفته بودم شبکه یک، که شبکه سراسریه، ما رفتیم، لباس منم یه کاپشن بود، یه کاپشن اسپورتی بود که زیرش یک پیرن و یک شلوار جین یا همون شلوار لیه توسی رنگ بود پوشیده بودم. اجرا هم کردیم، تموم شد، اومدم بیرون، همون دو سال پیش. و برای مبعث که منو دعوت کردن، که از یه هفته قبل گفتن آقا دیگه حتمیه کنداکتور رو بستیم فلان، ما رو دعوت کردن. یک ساعت و نیم من اونجا معطل کردن،
بعد از یک ساعت و نیم که من گفتم آقا چی شد چه نشد، اون آقای دعوت کننده گفت ناظر کیفی میگه از بالا دستور دادن شلوار لی پای شماست یا شلوار جین پای شماست، نمیشه بری جلو تصویر. من اون لحظه موندم چی بگم، بهانه است شلوار جین یا واقعا اینقدر بسته شدیم هرچی رفتیم جلوتر بسته تر داریم عمل میکنیم، به جای که خود باز عمل کنیم یه خورده سعی کنیم طوری عمل بکنیم که قابل قبول باشه، نمیدونم. ولی من کلن دیگه صدا و سیما رو بهش فکر نکردم. بعد از اون هم یکی از دوستان اومد به من گفت فلانی جدیدن برای کنسرت یا برای آلبوم جدید چیزی اقدام نکردی؟ گفتم نه من دارم کار تکاهنگ انجام میدم و اینترنتی پخش میکنم و اینها. گفت همین میخواستم بهت بگم که اگرم چیزه فعلا طرف ارشاد ندی، یعنی به من خیلی غیر مستقیم گفت مجوز بهت نخواهند داد، نرو اقدام نکن. نه اینکه اون طرفی که به سمیر گفته که بهت مجوز نمیدن مثلا اطلاعاتی بوده یا وزارتی بوده که همچین توصیه‌ای کرده بهش، خودش از آدمای نیازمند به مجوز وزارت ارشاده. ایشون خودش از دوستانیه که شرکت پخش داره، خودش میره در واقع قرارداد با خواننده ها میبنده، میره رو مجوز شرکتش برای بچه‌ها آلبوم‌هاشون رو میره براشون مجوز میگیره، مجوز شعر رو میگیره، مجوز موسیقی رو میگیره و میاد کارهای پخششون رو انجام میده. میدونی که من تو هر کاری بیستم، از خودم راضی ام و از خود راضی نیستم، تو جدول عاشقا من اول لیستم، یه پله پایین ترم حتی با نمیستم، میدونی من فرق دارم با همه، شدم عشقت حالا با یه کلمه، کم نیاری نداره کاری، هرچی دوست داری من توی دستمه. فلاحتی من یه نکته ای رو عرض کنم خدمتتون. من حتی تو برنامه قبلی شما که راجع به منم صحبت شد و حتی در همین برنامه جدید هم که در واقع هفته پیش صحبت شد، من دیدم به نکته ای اشاره می شد که میگن موسیقی حرامه. خب من میخوام ببینم موسیقی چرا حرامه، اونم حالا از نوع پاپش. حالا ما میگیم فولکلور محلی و راجع بهش صحبت هایی میکنن، بحث موسیقی سنتی و صحبت هایی میکنم، ولی چرا موسیقی حرامه؟ من میخوام اینو عرض بکنم، آهنگ خمینی ای امام اول انقلاب ما فولکلور محلی نبوده، کلاسیک نبوده، سنتی هم نبوده، آهنگ پاپه. خلبانان ملبانان که کار کردن این آهنگیه که پاپ بابک رادمنشی کار کرده که امروز خیلی از کارهای بروز اون طرف آب از خوانندگان سرشناس اون طرف داره از این آدم منتشر میشه، کاریه که کار پاپ بوده و هنوز که هنوزه وقتی به سالگرد واقعی انقلاب میرسیم همین آهنگا داره از رادیو تلویزیون پخش میشه. اینجاهاش حلاله کجاهاش حرامه؟ نمیشه که یه چیزی حلال اسلام تا آخرش حلاله، حرام اسلام هم تا آخرش حرامه، هی کوچه پس کوچه نداره، اینجاش حرام میشه اونجاش حلال میشه. من میخوام بگم موسیقی رو تو رو خدا بد نبینیم، انقدر موسیقی و عالم هنر رو بهش طوری نگاه نکنیم، کثیف نیست این عالم، این عالم مقدسه، این چیزیه که مردم باهاش ارتباط برقرار میکنن، آرامش جامعه در عالم هنره. شو دل من به افسون یار، فکر دل من پریشون یار، گوشم و چشمم فقط جای یار، کار دو چشمم تماشای یار، یار اگه جانان خریدار شد
از ترانه محکوم عشق بود، معروف به ترانه محکوم، کار مشترک سمیر زند و حبیب. حبیب از خواننده‌های قدیمی پاپ سالها بود که در خارج از ایران زندگی میکرد، چند سال پیش آمد ایران و ترانه دو صدایی او و سمیر زند که قسمتیش شنیدین تولید شد و پخش شد. آشنایی سمیر زند با حبیب و همکاری این دو هنرمند با هم چطور انجام شد؟ خدمت شما عرض بکنم، البته الان دیگه همکاری نداریم به اون صورت، من چند وقتی هست از ایشون مطلع نیستم، ولی من ایشونو یه دفعه تو دبی دیدم قبل از اینکه بیان ایران و اونجا هم ایشون گفت من میخوام بیام ایران و نمیدونم هم که بیام با هم برخورد میشه نمیشه. گفتم بعید میدونم با شما برخورد بشه، چرا باید برخورد بشه؟ و ایشون اومدن بعد از اون ماجرا، نه که من بگم چرا برخورد بشه و ایشون به پشتوانه حرف من بیان، نه، چون خیلی گذشت از اون ماجرا، فکر کنم نزدیک یک سال بعدش اومدن. خیلی جاها گفته شد که حبیب و فلانی برداشته آورده با ساپورت فلانی، در صورتی که اصلا اینطوری نبود. ایشون زمانی که به من زنگ زد از تهران زنگ زد، یعنی حتی قبلش با من هیچ هماهنگی نداشت ایشون. من وقتی زنگ زد شوکه شدم که دیدم ایشون تهرانه اومده و یه چند روزی تهران بود. برای اولین بار من ایشون تهران تو استدیو میرداماد خودمون دیدم، قبلا اونجا بودیم صحبت کردیم. بیشتر یک دوستی بود تا اینکه بخواد یه تعامل کاری باشه. یه آهنگ ایشون کار کرده بود برای قدیر و برای حضرت علی، من آهنگ ایشون رو گوش کردم گفتم این چقدر خوبه، این کاش اون جمله من کنت و مولا فهازا علی و مولا هم اولش میذاشتی. گفت بیا خودت بگو نریشنشو. من همونجا نریشن رو گفتم و اون کار پخش شد. و اینطوری نیست که ایشون فقط با من کار کرده باشن، نه، تو این 4 سالی که ایشون ایران بودن 4 تا کار دیگه هم انجام دادن، 4 تا آهنگ تولید کردن. یکیش اون قدیر بود، یکیش عشقهای خدایی بود، یکیش در واقع یه کاری بود برای زلزله زده ها خونده بودن به نام سارا بود که اومد بیرون. و بعد از مدت ها که من اصلا ازشون دیگه خبر نداشتم، گهگاهی تلفنی حرف میزدیم، من یه روز داشتم تو یکی از آلبوم های ایشون میگشتم، یه کاری بود به اسم مظلوم عشق، ایشون کلمه مظلوم اون موقع خونده بودن، دیدم مثلا بوده 6 سال پیش اینو تو اون طرف که بودن خوندن تو آلبومشون دادن بیرون. تنظیم یه خود ضعیف بود، میکس و مستر کار خوب نبود و دیدم ملودی خیلی ملودی قشنگه و حیف شده، بنا نداشتم من بخونم. من زنگ به ایشون زدم، احوالپرسی کردم، گفتم آقای حبیب یه کادو براتون دارم اگه مایل هستین. من یه آهنگ یادم گفت کدومه؟ گفتم مظلوم عشقم گرفتار یار. ایشون گفت آره این کارو من همینطوری زده بودم که فقط آلبومم رو تکمیل کنم، خیلی روش حساب نکردم. گفتم ولی خیلی ملودیش خوبه، اینو من به یکی از بچه‌ها میگم تنظیم کنه، تشریف بیارین بخونینش، این کار خوبی از آب در میاد و خودمونم براتون کلیپ میکنیم. اصلا بنام نبود که، یعنی تو فکرم نبود که این کارو انجام بدیم دو صدای باشه. بعد که ایشون تشریف آوردن و ما کارو بهشون دادیم و گوش کردن اتود در واقع موزیک کارو، خوششون اومد، گفتن خیلی خوبه. بعد همونجا که زمزمه میکردیم پیشنهاد یکی از دوستان بود به من گفت خودت هم بخون، دو صدای بخونین صداها، گفت تونالیته صدای تو به صدای آقای حبیب نزدیکه. با ایشون صحبت کردیم، ایشون دیدیم موافقه و مشکلی با این قضیه نداره. این شد که خیلی اتفاقی این قضیه شکل گرفت و ما رفتم توی استودیو و همون بار اول ضبط هم تمام شد، یعنی ضبط کردیم. بعد دیگه رفت تو مرحله میکس و کارهای خوردکاری موزیکش و اینها و بعد رفتیم کل این ماجرا تا ضبط تصویرش و اینها شاید به شما بگم یک هفته. ایشون اومد یک هفته تهران موند از رامسر و تو اون یک هفته ما ایشون که رسید موزیک آماده بود، سریع وکال رو ضبط کردیم و رو کار میکس نشده تصاویر رو گرفتیم تو اون یک هفته که بعد ایشون رفتن که برن دیگه برای منزل و استراحت کنن. سمیر زند در پایان گفتگویی که با هم داشتیم، یادم نره بگم که کامل این گفتگو رو روی صفحه فیسبوک صفحه آخر امشب خواهیم گذاشت، از امشب یعنی، به هر حال میتونین اونجا کامل این گفتگو رو ببینید. سمیر زند در پایان گفتگویی که با هم داشتیم باز اصرار داشت که بر پیوند مردم با هنر تاکید بکنه. مردم حرف اولو میزنن تو عالم هنر، یعنی یه هنرمند باید با مردم باشه. اگر هنرمند مردمش رو از دست بده هیچی نداره. موفقیت هنرمند تا روزیه که محبوب باشه، نه اینکه معروف باشه.
معروفیت بدون محبوبیت به هیچ دردی نمیخوره. معروفیت خیلی ها معروفن ولی منفورن. کاش آدم بتونه واقعا محبوب باشه، طوری باشه، طوری زندگی کنه، طوری تو کارش پیش بره که مردم دوستش داشته باشن. مهمترین چیز همینه برای هنرمند. من صحبت خاصی ندارم، تشکر میکنم و امیدوارم تا اینجا کارام مورد قبول باشه و از اینجا به بعدم طوری باشه کارام که بتونم رضایت مردم رو جلب بکنم. ممنونتونم. ما هم از سمیر زند ممنونیم که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتن. اما در پیوند با حضور اجتماعی و هنری سمیر زند، فرزند آیت الله خزعلی، گفتگوی جداگانه ای هم داشتم با برادر بزرگ ایشون دکتر مهدی خزعلی. ببینید، سمیر با دهان بسته، دست و پای بسته سخن گفت. ما اینو حس کردیم در تمام صحبتی که شما گوش میدادید. من احساس میکردم مراقبه، خدای نکرده به عبای اطلس کسی بر نخوره، به اسب کسی خدای نکرده اسا ادب نشه، نگن یابو. این واقعیت. اما من میخوام قصه رو بگم که به هر حال سمیر نماد دو نسله. نسلی که ما رشد کردیم درش که آرم اخبار در خانه ما حرام بود، بعد آرم اخبار رو کم میکردیم، یا بالاتر بگم رادیو حرام بود، تلویزیون حرام بود. در این فضا ما رشد کردیم که یک رادیوی پدر داشتن در کمد قایم میکردن، میآوردن بی بی سی رو گوش میدادن و دوباره در کمد قفل میشد. یعنی همه این قصه ها رو ما داشتیم تا رسید به این که حالا از اون فضا، از اون خانه‌ای که آرم اخبار حرامه، موسیقی کلا حرامه، و تا جایی که بعضن به طبل روز عاشورا و این به عنوان ادوات موسیقی ساز، بالاخره به این عنوان با حرمت نگاه میشد، معامله طبل حرامه. از اون وادی که شما میدونید یه همچین خروجی در واقع تفاوت نسل‌ها رو میشه و اینکه ما نمیتونیم اندیشه رو تلقین کنیم، تحمیل کنیم یا به ارث ببریم. این خوبه، این که ما ببینیم که دو اندیشه در دو نسل، از اون اندیشه همچون خروجی هیچ اشکالی هم نداره. مهم اینه که سمیر به اندیشه پدرش احترام میذاره، من به اندیشه پدر احترام میذارم و میگم خب این تفاوت رو بذارید بباش، اشکالی نداره. اگر در نقطه مقابل اعلام براءت یا خدا نکنه نفی باشه، اینو ما میخوام حل کنیم که بپذیریم هر کسی با اندیشه خودش باشه. نهایتاً کالامون رو عرضه میکنیم، مردمن که باید انتخاب کنن کدوم کالا رو میپذیرند. اون چیزی که ما دنبالش هستیم اینه. سمیر اومده انتخاب کرده مسیری رو، من میدونم در خانواده خیلی اذیت شده، خیلی تحت فشار بوده. من اینا رو دارم میگم برای اینکه واقعا نیازی نباشه مثلا پدر، همونطور که از مواضع انتخاباتی من اعلام براءت کردن، از مواضع هنری سمیر هم اعلام براءت کردن. نیازی نیست، چون مردم میبینن، تفاوت‌ها رو میبینن. نیازی نیست ما اعلام کنیم آقا مواضع من با فلانی فرق داره، نه، همه میدونن. هیچ نیازی هم نیست، ما به مواضع پدر احترام میذاریم. اما شما بپذیرید که این نسل یه تفاوت‌هایی داره، هیچ اشکالی هم نداره، نیازی به اعلام هم نداره. همین که شما مواضعتون رو میگین، مردم تفاوت‌ها رو متوجه میشن. بله، اما پارسال که من در اون فراخوان راهپیمایی صلح و دوستی که بنا بود بدون شعار، بدون گفتن مرگ، برای صلح و دوستی بیام، همین اتفاقی که الان افتاد، ما پارسال تقاضا کردیم، 13 آبان یک سال و اندی گذشته، می‌خواستیم همین اتفاق بیفته که الان رسیدن و انجام دادن و اون قرارداد منعقد شد. همین رو ما می‌خواستیم و الحمدلله انجام شد، ولی ما زندانش رفتیم. اون روزهایی که من در زندان بودم در سلول انفرادی می‌فرمایید آقای دکتر، بله، همین می‌گفتیم به جای جنگ فریاد جنگ، به جای مرگ بیاییم از دوستی بگیم، از صلح بگیم، با گفتمان مسائل حل شه. که رفتیم زندان، در انفرادی که بودم و در اعتصاب قضا، خب می‌بینیم که برادر رو دستگیر می‌کنن تحت فشار سنگین. در همون اوین که ایشون میاد، همون موقع دختر من، پسر من و همسر منم اونجا بودن. خب میبینن برخوردهایی که شده و ایشون در چه حالی بوده. نهایتاً اونجا ایشون رو مجبور میکنن که بایستی مصاحبه کنی، وگرنه پرونده‌ای درست کنی، میری پیش برادرت. ایشون خب نمیکنه، ولی بعد دوباره همون آقای موسوی بازجو ایشون تماس میگیره که این مصاحبه چی شد پس؟ چرا نمیکنی؟ میگه آقا من مصاحبه با کی بکنم؟ و بلافاصله در ایشون، جالب، این نکته خیلی قشنگه، ایشون گفتن اون ملودی مظلوم عشق بود، ولی وقتی خونده شد چی شد؟ محکوم عشق. خیلی جالبه که برادر محکوم عشق و در سلول انفرادی است.
سمیر داره در مسیری که میره کلیپ این محکوم عشق رو در جاده لواسانات اون طرف میرفتن بسازن، تلفن زده میشه که بیا مصاحبه کن علیه برادر، و ایشون صحبت هایی میکنه در واقع پاسخ به بازجویی داره میده، نه مصاحبه گر. خب میدونید این مصاحبه از خبرگزاری سیستم امنیتی بیرون میاد، تسلیم مار معاونت فرهنگی سپاه پاسدارانه. خب از اونجا در میاد و مطالب خلاف گفته های ایشونه، خلاف واقعه. خب این منتشر میشه و بعدا میگن اگه تکذیب کنی میاریمت، و ایشون به شرط سکوت و عدم تکذیب آزاده، ما بهش حق بدیم و من هم راضی هستم. من تمام کسانی که با من دستگیر شدن، 100 نفر در واقع 9 آبان پارسال در سرای قلم دستگیر شدن، من به همه گفته بودم اگر گفتن به من فحش بدین حتما این فحش بدین و آزاد شین، یک نفر کمتر در اونجا بمونه وظیفه است، بگین آقا مثلا اعلام براءت از مهدی خزعلی کنین بیان بیرون، بنا نیست بمونین، ما یه تکلیفی داریم داره انجام میدیم، شما چرا بمونید، چرا هزینه بدید. و بچه‌ها بهشون تکلیفی الان دارم میگم، از همینجا میگم بچه‌های اهل قلم اگر گرفتار شدن هر جور بود اعلام براءت اول از من بکنید و بیان بیرون، ولی ایشون این کارو نکرده و واقعا این کارو نکرده و اون یک مصاحبه کاملا مجعول و دروغینه، و اونم خب مشخصه. من محلی که این حکایت میخوام بگم برای اینکه دستون بیاد، یکی از مسئولین امنیتی میگفت زمانی که مسئول بود بهش گفتن که بیام خب روزنامه بزنیم، گفت روزنامه برای چی ما بزنیم، خب روزنامه کار مطبوعاتیاست نه سیستم امنیتی. گفت ما باید بتوانیم دروغ منتشر کنیم با همین لفظ، یه موقع میگه میخوام اون چیزی که ما میخواهیم منتشر کنیم، اما فضا به جای رسته با صراحت میگه باید دروغ منتشر کنیم در جامعه، که اون نمیپذیره، میگه من برای دروغ منتشر کردن روزنامه نمیذارم. ببین واقعا این لفظ رو وقتی به کار میبرن به همین صراحت ما میخواهیم دروغ منتشر کنیم، و الان واقعا تسلیم نیوز ساعتی دروغ تزریق میکنه در سیستم خبری ما. شما یک مصاحبه دروغی از سمیر و همون مصاحبه بود، این رو واقعا دوستان من میخوام کم لطفی سمیر نکنن، سمیر برادر عزیز من در کنار ماست و اولین باری که دستگیر شد هم داشت میرفت به مراسم شب قدری و اونجا هم خب میدونی هم مثل همه کسان دیگه با قرآن شروع کرد و با زیر خیمه امام حسین مدداهی، و بعد هم این مسیر ما همه رو در یک مسیر میدونیم، فرقی نمی کنه. این که الان هم میخونه برای مثلا محکوم عشقش یک در واقع قطعه عارفانه عاشقانه است و میخواد دو نسل رو بیان کنه، وقتی میرسه به اون انتهای کلیپ که میبینه نسل گذشته رفته نرسیده بهش، در واقع دو نسل رو داره بیان میکنه، این دو نسل بیان شده تو محکوم عشق و خودش هم نمادی از این اختلاف دو نسل. بله، دکتر مهدی خزعلی برادر سمیر زند بود در گفتگویی از طریق اسکایپ از تهران با برنامه صفحه آخر.